جناب آقای مشیری، شب شما خوش. درود بر شما جناب ماهی گرامی، امیدوارم خسته نباشین در این روزهای سخت، و درود میفرستم خدمت هموطنان گرامی، همزبانان، امیدوارم خسته نباشین. خیلی ممنونم آقای مشیری عزیز. آقای مشیری، قبل از هر چیز یه سوال تاریخی. جانم قربان. و آن اینکه شنونده ای در ارتباط با دوران تسلط خلفا بر ایران میگفت بیش از 600 سال این خلفا بر ایران حکومت کردند، و این در شرایطی است که این همه در ایران قیام‌های استقلال طلبانه انجام شد، به خصوص در یک دو سده اول بعد از تفوق اسلام بر ایران. بله. دلیلش آیا یک دلیل جامعه شناختی، دلیل تاریخی چیه؟ عرض میکنم خدمت شما که آقای موری گرامی، ببینید به لحاظ طول مدت تسلط اینها بر ایران، این چند جنبه رو باید در نظر گرفت. حالا عرض میکنم خدمتتون، حدود سال 14 هجرت هست که یک سپاهی از عرب به سرداری سعد بن ابی وقاص، که این از سابقین بود در اسلام و یک خیشه دوری هم با محمد داشت، او به اون دایی میگفت و اینها، و جان او رو هم نجات داده بود در جنگ احد، و اینها سابقه خیلی خیلی خوبی داشت در تمام این عرض کنم جنگ ها شرکت کرده بود، و به هر صورت آمدن به ایران و در قادسیه ایران شکست خورد. اینا مطالب خیلی خیلی مهم هست. یعنی ما وقتی در باب روزگار مثلا ساسانیان صحبت میکنیم، یک جامعه بزرگ، یک جامعه مدنی، میلیون ها انسان، میلیون ها اتفاقات، ما نهایتا می توانیم چیزکی در باب چیزها بدانیم. و عرض کنم که همه اتفاقات تاریخی را اگه کسی بخواد ادعا بکند که همه چیز را می داند، این خطاست. باری و تا اونجایی که به دست ما رسیده، هر سبب که دولت ساسانی در منتهای ضعفش بوده و علتهای مختلف داشته، یه مطلبی که هرگز در بین مورخان ما ندیدیم که اشاره بکنه مورخان ایرانی، این هست که ایرانیان توانسته بودند از کنم هرقل امپراتور روم رو شکست بدهند، حتی به قسطنطنیه برسند، بعد سرداران فاتح ایران رو که شاهین و شهربراز بودند تحقیر کردند و ارتش ایران ضعیف شد، و بعد هرقل آمده است و عرض کنم که قوا جمع‌آوری کرده، اندکی قبل از حمله عرب اون چنان شکستی به سپاه ایران وارد ساخته که شاهنشاه محتشم ایران از پایتخت گریخته. یکی از نکات مهم و دلایل شکست ایران هم همین هست، یعنی شکست بسیار بسیار عرض کنم که بدی که ایرانیان خوردن. باری و اینها شروع کردن یکی یکی استانهای ایران رو تصرف کردن. در واقع این استراتژی عمر این بود که اینها آمدن و دو شهر نظامی ساختن، یکی کوفه بود است یکی بصره، و در اونجا نظامیان رو جمع میکردن، یک استان ایران رو میگرفتن و عمر میگفت همونجا بمانید، بعد تجدید قوا میکردن و دوباره حمله میکردن. در واقع میشود گفت که بیش نزدیک 100 سال یا اندکی کمتر طول کشید تا همه ایران به دست اعراب افتاد، و این ماجرا ادامه داشته است تا سال 656 از هجرت، که سعدی می‌فرماید در اون سالی که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود، که البته سعدی از سقوط بغداد ابدا راضی نیست و یک قصیده بسیار قرایی هم در سقوط خلافت بغداد گفته، به جهت دلبستگی هایی که به بغداد داشته است و نظامیه و دوستانی داشته است و اینها، آسمان را حق و بدگر خون بگرید بر زمین، در زوال ملک مستعصم امیر المومنین. باید اما این 656 که او ذکر کرده در خاطره های ما مانده است به عنوان سال سقوط بغداد. در واقع می شود گفت که ایرانیانی که عاصی شده بودند و در واقع مضطر شده بودند، قریب 6 قرن اینها ایران رو غارت کرده بودن. آقای موری میخوام این رو عرض کنم، اگه ما عرض کنم که ما مراجعه کنیم به گزارش های مسعودی و ابن خلدون و سایرین، که این امپراتوری که اعراب تشکیل داده بودن یک امپراتوری خوناشام ظالمانند بود که هیچ گونه تولیدی خود نداشت و از دسترنج ملت ایران استفاده میکردن. یعنی اگه ما نگاه کنیم به آماری که همین مورخان دادن،
سالی چند هزار سکه طلا از سیستان، قریب 800 هزار سکه فرض کنید از آذربایجان، نمیدونم بیشتر از 1,000,000 سکه عرض کنم درهم یا دینار، اینها میباید سالانه میدادن و فزون بر این پشم میدادن، عسل، بادام، ابریشم، هر چیز خوبی که در این مملکت تولید میشد میرفت این سرداران اسلام میخوردن و عرض کنم کاخهای سر به فلک کشیده میساختن و این سرزمین ما رفته رفته فقیر شد، مردم ما فقیر شدن. این یک زالوی وحشتناکی بوده که ایرانیان که دچار اضطرار شده بودن و همه کوشش ها پراکنده شده بود و آواره شده بود، وقتی خونخواران مغل آمدن ایرانیان اینها رو به اونها ترجیح دادن، یعنی بزرگان هوشمند ایرانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی و عرض کنم جوینی ها، اینها ترجیح دادن که این شر کنده بشود. یعنی تا زمانی که عرض شود که سلطه معنوی خلافت بغداد بر ایران بود امکان استقلال این مملکت نمی بود. این هست که راهنمایی کردن و هلاکو لشکر کشید و این حکومت منحوس رو سرنگون کردن و عرض کنم که این یاد علامت یین یانگ افتادن در این فلسفه فکری ژاپن و کره و اون طرف ها که میگن بد مطلق نیست و خوب مطلق هم نیست. این است که ضمن همه بدی ها و فجایعی که مغول به بار آورد این یکی واقعا خوب بوده، چون به زمینه سقوط این هاست که دوباره استقلال ایران به دست آمد. اما اجازه بدید عرض کنم که چرا در جواب مستقیم سوال جناب عالی که چرا این همه طول کشید و ما نتوانستیم، چند نکته رو باید حتما به یاد بیاوریم. یکی اون که ما مفهوم ناسیونالیسم رو به وجهی که در مشروطه داشتیم در روزگار نداشتیم. این که عرض کنم مشروطه، چون ناسیونالیسم ایرانی به نظر من در روزگار مشروطه قوی تر از امروز بوده، یعنی بعد از 100 سال ما عقب رفتیم از این لحاظ، گمان من این هست، حالا دلایلش هم ممکن است خدمتتون عرض کنم. و کشور ایران کشوری بوده است بزرگ، پهناور، راه ها بسیار اندک، کوه های سر به فلک کشیده و سهاری بی آب و علف. ایرانیان با هم ارتباط نداشتند و نمی توانستن میهن رو در کلیت خودش ببینن و هر کسی وطن رو همون شهر خودش می دانست. سعدی حب به وطن گرچه حدیثی صحیح، یعنی شیراز. و در تمام این نویسندگان و شعرهای ایران عرض کنم در روزگار قدیم فقط فردوسی است که میهن رو، وطن رو و ایران رو میشناسه. بقیه دوستان از وطن صحبت میکنن همون شهر خودشان هست. باری منظوری که این اتفاق و اتحادی که لازمه یک خیزش ملی و یک مقاومت ملی باشد نبود. اینقدر هست که هر وقتی یک رهبری بزرگ مثل انوشیروان، کوروش کبیر، شاه عباس کبیر پیدا میشدن، اینها قدرت توسعه میدادن و مردم رو دنبال خود میکشیدن. این نبوده است که فرض کنید که کسی که در بلوچستان میزیست آمیزشی به لحاظ فکری یا فرهنگی با مثلا مازندران داشته باشد. حالا گفتم مازندران، حتی تا روزگار همین پایان همین حکومت رضا شاه عرض شود که وقتی کسروی میخواهد برود مازندران، مثلا 2 ماه در باطلاها گم میشده و اینا تا برسد به مازندران. این است که اون نزدیکی فکری لازم و اون اختلاف و امتزاجی که بین مردمان بایستی باشد که لازم ناسیونالیسم هست و اتفاق و اتحاد و یگانگی هست، در کشور ما نبوده. این یک مطلب است. مطلب دیگر اون که از شبت که وقتی که حکومتی آمد و دراز مدتی برکار بود و قوه ابداع رو در جواب دادن به نیازهای مردم از دست میدهد، رفته رفته مردم خسته و بیزار می شدن از این حکومت و آرزو می کردن که یک راه نجاتی باشد و اینها. و حکومت ساسانیان هم که البته حدود 400-450 سال و دین و دولت رو با هم ادغام کرده بودند و بسیاری از مردم هم خسته و آزرده بودند. و وقتی که این اعراب آمدن با ترفند و فریب و بسیاری از ایرانیان ناراضی به اینها کمک می کردن که حالا سلمان فارسی یکی از اونهاست. و وقتی که اینها آمدن در حوزه جغرافیای ایران در بخش‌های غربی، مشهور است هرچه از اینها می‌کشتن تعدادشون زیاد می‌شد، به جهت اینکه بعض ایرانیان به اینها ملحق می‌شدن، ناراضیان حکومت. و مشهور است که در روز پیکار قادسیه 6,000 سوار شمشیرزن دیلمی، اینها دست به شمشیر نبردن و در جنگ برای دفاع از هموطنان خود و وطن خود دفاع نکردن. اینها گرفتاری‌های سیاسی بوده است که هست و امروز هم وضعیت چنین هست.
من مطمئنم علی رغم این که حالا بنده شخصا اینجا بیزار هستم از این که کسی به کشور ما حمله بکند، حضرت عالی هم میدانم چنین اندیشه دارید، اما بسیاری در ایران هستند که به آسمان نگاه میکنند، ای خدا کجا هستند این هواپیماهای آمریکایی که ما را از شر اینها نجات بدهند، به جهت اینکه کوشش ها بی حاصل شده و فساد و ستمکارگی و خفقان به وجه رسیده است که مردم بیزار شدن از این داستان این حکومت اسلامی و از اینجور داستان ها که در باب این هم صحبت کرد. باری اینا وقتی که آمدن مردمان گرسنه چشم و طماع بیابونگرد خشن و به اینها آموخته بودن که عرض کنم که هرچی دیگران دارن مال شماست و شما بروید بگیرید و اگر کشته شدید که میرید به بهشت، اگر هم بکشید که البته میروید به بهشت. حالا متاسفانه میخوام عرض کنم شرایط پیدایش اسلام در ابتدا متاسفانه اجبار زمان در این کانال خشونت و تحمیل اینها رو وارد کرد، به جهت که اینها 70-80 مسلمان بودن از مکه، اینها گریختن رفتن به مدینه، در اونجا قضا هم نداشتن و در واقع از دید بسیاری از اهل مدینه مزاحم بودن. اونجا رفته رفته و از فرط گرسنگی و استیصال دست به غارت و سرگردنه و عرض کنم این کارها زدن، اسمش هم گذاشتن غنیمت و رفته رفته تعداد اینها زیاد شد. و اگر ما نگاه کنیم در جنگ احد به عنوان مثال تعداد کسانی که عرض کنم حائز شرایط جنگ بودن اینها 750 تن بیشتر نبودن، که اینها یک اسب داشتن، 100 شتر داشتن، بقیه پیاده بودن. بعد که رفته رفته بیابونگردان آمدن و ملحق شدن به اسلام در سال حدود 10 از هجرت، عرض کنم که وقتی حمله می شود به مکه 12,000 نفر شمشیرزن در خدمت رسول بودن که اینا حمله کردن به مکه. یعنی شگفت انگیز است که مرکزیت عرب پیغمبر خودش رو قبول نداشت و اون رو بیرون کرده بود. اینا به زخم شمشیر آمدن اونجا رو گرفتن و بعدم که مسلمان شدن یک عده زیادی بیکار دیگر که در مکه بوده اونها هم مسلمان شدن و ملحق شدن به این عده. یک جمعیت 15,000-16,000 نفری بیکار که صبحانه میخواهد و نهار میخواهد، شام میخواهد، خرج زندگی زن و بچه و علوفه برای اسبای مسروقه و شترها میخواهد، چیزی هم ندارن. مدینه هم تخریب کرده بودن، عرض کنم کسب و کار رو از میان برده بودن، بیزنسمن ها رو گردن زده بودن، اونجا شده محل تروریستی. این است که وقتی که رسول درگذشته عرض میشود که تمام عرب از اسلام بازگشت به جز مدینه و قریش. این است که امکان یک کودتایی بود، چون اینها 15,000 نفر آدم بیکار که سالها تکیه بر شمشیر کرده بودن، کاری دیگری جز پربریدن و آدم کشتن و تهاجم و سرقت و اینجا چیزی بلد نبودن. این است که ابوسفیان، اینا حقایق امور هست که من خدمت هموطنان عرض میکنم، نه چیز الهی در کار بوده است، نه جبرئیل از آسمان میامده، نه میسر هست چیزی از آسمان بیاید. همه اینها آدمای خاکی بودن با مسائل مادی زندگی و قضیه اختصاص سر کار داشتن. این است که ابوبکر آمده است و 11 سپاه از این جا بیرون کرده که شر اینها رو بکند. اگر اینها پیروز شدن فبه ها چیز هم گیر ما می، اگر هم کشته شدن نانخورها کم می شود، امکان کودتا و کارم کشی. بنابراین اینا حمله کردن به منطقه ابتدا فلسطین و اینها و پیروز شدن به دلایلی که عرض کردم و بعد اینها رو فرستادن به منطقه ایران و هرگاه یک ایالتی از ایران تسخیر می شود یک حاکمی از عرب می گذاشتن که زکات مالیات ها رو جمع بکند. و عرض کنم که کسانی هم که یهودی بودن یا زرتشتی بودن بیچاره ها و اینها گفتن شما به دین خود باشید ولی ما شما رو تحقیر می کنیم، سیلی می زنیم، پول به ما بدهید، به دین خود باشید. این است که آرام آرام این قضیه و عده بودن که منافع اونها در این کار بود با این اعراب همکاری می کردن و اینها رفته رفته آمدن و مملکت رو گرفتن. و دیری نگذشت در روزگار امویان هست که ایرانیان متوجه شدن که چه کلاه بزرگی بر سرشان رفته است و این داستان ان اکرمکم عند الله اتقاکم و کل مسلمون الاخوه یا انما المسلمون اخوه، مثل همین داستان های شعارهای خمینی که میگفت ای سر لشکر نمیخوای آقا باشی، ای آقا نمیخوای آقا باشی، از اینجور صحبت ها. و مدتی طول کشید که مردم دریافتن خمینی چه کلاهی بر سر اونها گذاشته. اتفاقا این هم خب به هر صورت از همون سو بود، به هر صورت ایده هاش و اندیشه هاش و آمال و آرزوهاش هم اونجا بودن، قبرستان بقیه و مکه و مدینه، این هم از اونها بود.
باری وقتی که این ماجرا به وضوح آشکار شد و تحقیر و توهین بر حق ایرانیان فزونی گرفت، یک ملت سربلند تاریخی و ملتی بزرگ که در واقع ارباب آسیا بود آمده بود و اسیر یک وش مردم بیابونگرد بسیار بسیار از خود فروتر به لحاظ مدنیت عرض میکنم شده بود، این هست که ایرانیان تا به مقاومت نیاوردن در این ارتباط و دست به شمشیر بردن. البته و ما میدانیم ماجرای ابو مسلم خراسانی را که البته عرض کنم که در مقطعی که ابو مسلم بوده فقط 300 هزار تن از اعراب اینها در خراسان بودن با خانواده ها و اینها گوش و چشم خلیفه به حساب می آمدن برای اسلامیزه کردن ایران و عربیزه کردنش که از کنم در هیچ کدام هم توفیق نیافتن البته به وجهی که میخواستن. و ابو مسلم آمده است به بهانه این که اینها اموی هستن و ظالم هستن، یک نامه هم از آن ابراهیم امام گرفته بود که هر کس عربی هست اونجا بکشید. میگوین ابو مسلم قریب 600 هزار نفر از اینها رو کشته و از مملکت بیرون کرده. در واقع سلطه عرب بر ایران به وجه کلاسیک در روزگار همون ابو مسلم مروی خراسانی به حدود سالهای 130 از هجرت یا اندکی کمتر پایان یافته، ولی سلطه معنویش باقی مونده و حکومت از دست امویان به دست عباسیان انتقال یافته و ایرانیان که برده و موالی اینها بودن اینها در کار دولت و حکومت نفوذ کردند و حکومت رنگ ایرانی گرفت، اما سلطه معنوی اینها بر مملکت ما باقی بود و تلاش های قهرآمیز ادامه داشت. بعد از ابو مسلم خراسانی استاد سیست رو داریم، عرض کنم که بابک خرمدین یا خرمی که این مرد بزرگ دلاور غیرتمند قریب 22 سال با این سپاهیان خلیفه نبرد میکرد و اونها رو شکست میداد، اینها یکی پس از دیگری میامدن و مقاومت میکردن. المقنع که از سرهنگان ابو مسلم بود در خراسان علم مخالف برافراشت و عرض میکنم که متاسفانه همه این آقای مهری سرکوب شدن. یعنی که ما وقتی و چرا سرکوب شدن و از بین رفت، به جهت اینکه یک دشمن بیابونگرد خوناشام دیگری هم از اون سو آمد از دشت قبچاق، عرض کنم که دوستان اون طرف آمدند و ایران مثل در واقع مثل یک حمله گازنبوری بین این دو گروه غارتگر قرار گرفت، یعنی همین حکومت غزنویان و بعد قوزها و اینها. این است که پیکارها فرو نشست و اما خوشبختانه جنبش معنوی و فرهنگی آغاز، یعنی ایرانیان شمشیرها رو به نیام فرو بردن و دست در دامان فرهنگ زدن و با قلم پیکار کردن. بزرگترین پیکارگران البته حکیم ابوالقاسم فردوسی است با کتاب شاهنامه که این یک شاهکار بزرگی است از مقاومت و از نمایش فرهنگ و برتری مدنیت و هر چی که شما تصورش بفرمایید، و دیگران هم به همین وجه. در واقع ما وقتی که عرض کنم که بعد ابن خلدون اشاره کنیم که حالا ایرانی هم نیست، این مرد آفریقایی است، میگوید هر چه کردند در زمین فرهنگ عجم ها کردند، ایرانی ها کردند اینها و ادامه داشت. بنابراین حکومت هایی که می آمدن بسیار قوی پنجه مثل حکومت های سلجوقیان و خوارزمیان، اینها هزار مرتبه از این حکومت بغداد قوی تر بودن، اما چون مشروعیت رو از اونجا می گرفتن این هست که به اینها احترام می گذاشتن و باجی می دادن. یکی دو کوشش هم شد، البته یادم رفت اسم یک مرد مردانه و یک دلیل فرزانه رو یادم رفت اسمشون، به اون یعقوب هست، یعقوب لیث صفاری رویگرزاده سیستانی، این دلاور بزرگ رسماً لشکر کشید که به ساعت حکومت رو در هم بپیچد که اینا همه متاسفانه با شکست روبرو شد. و عرض کنم که شاید به جهت اینکه از پشتیبانی همه جانبه مردم برخوردار نبودن تا ما میرسیم به، و البته خوارزمشاه هم یک لشکری کشیده در همدان دچار برف شده است، او هم میخواست اینها رو براندازد. ما مرداویج زیاری داریم که او هم میخواست این حکومت ها رو براندازد. منظور این که روح ایرانی تسلیم اینها نشد، گرچه سرزمین ما رو مدت 600 سال اینها غارت کردن از کنن و هر چه داشتیم اینها دزدیدند و خوردند و بردن، اما روح ایرانی تسلیم نشد. و وقتی که مغول ها از اون سو آمدن که اون هم به دسیسه خلیفه بوده است به خاطر همین دشمنی با خوارزمشاه در ارتباط با لشکرکشی بغداد، این است که توانستن ایرانیان
هولاکو رو رهنمون بشن به بغداد و عرض کنم که خلافت منحوس اسلامیون رو در اونجا سرنگون کرد و ایرانیون رو در اونجا عرض کنم به شهرداری و استانداری و منطقه گماشتن، خاندان جوینی و رشید الدین فضل الله و بسیار بودن بزرگان ایرانی که در اونجا حکومت میکردن و اینها در واقع مغول ها بعد از 150 سالی تحلیل رفتن و این ابو سعید نامیست آخرین این هاست، اون هم از میان رفته و با نبود حکومت بغداد و سلطه دینی و معنوی اون هاست که صوفیان شمشیر زن توانستن نام ایران رو دوباره زنده بکنن و مدنیت ایران رو دوباره بر بکشن. این است که حالا اینکه ما چرا نتوانستیم در طول سالها سعی کردیم، متاسفانه زمینه های فرهنگیش از کنم به قدر کافی میسر نبوده و تلاش ها در واقع آواره شد، به خصوص که ترکان از اون سو هم به ما حمله کردن و اونها هم از کنم محمود به وضوح میگوید، حاجی ابوالفضل بیهقی برای ما گزارش میکند که من برای عباسیان انگوش تر کردم و هر جا مخالف میجویم قرمتی و غیره میکشم و بردار میکنم و همه مقاومت ها هم اونها در هم شکستن. این است که بعد از 656 هست که زمینه ها از کنم که میسر شده است برای اینکه استقلال ایران دوباره به دست بیاد و صفویان این کار کردن و بسیار بسیار کار بزرگی بود است. آقای مهدی گرامی. ممنونم آقای مشیری عزیز، خسته نباشید. توضیح وافی دادید. عرض کنم که در ارتباط با حضور آقای احمدی نژاد چه می‌فرمایید؟ این روزها رسانه‌های آمریکایی در بس در اختیار اوست. بله، عرض می‌کنم که والا آقای مولی گرامی، این جمهوری اسلامی و این شخصیت‌هاش یک ادبیاتی جدیدی طلب می‌کند، چون لغات و مصطلحاتی که ما برای توضیح پدیده‌های مختلف داریم اینها در یک بدی معتدل اینها استخراج شده است. برای اینها من گمان می‌کنم که حتما بایستی که یک ادبیات جدیدی و یک لغات جدید اختراع کرد تا بشود اینها رو توضیح داد. زبان قاصر هست که این میزان گمراهی و این میزان جهالت و این میزان سفاهت و این میزان حماقت رو بشود توضیح داد. اما تا اونجایی که به آمریکا مربوط هست به رسانه ها، این رسانه ها جستجوگر این هستن که ریتینگ اینها بالا برود. اینها که خب در دستگاه سیاسی نیستن، بنابراین وقتی که یک کرکتری مثل این آقا، من مطمئن هستم اگر ایدی امین زنده باشد بیاد به آمریکا، اولین کاری که میکنند این آقای لریکینگ ایدی امین رو میآورد، به خاطر اینکه قضیه چیز دیگریست، قضیه کسب و کار و بازرگانیست. عرض کنم که این دوستان آقای یزدی‌زاده دوباره داره زنگ میزنه، این دوست عزیز محترم من بارها میداند که من با شما صحبت میکنم، مرتب دارم زنگ میزنم. سیامک باری باری اینها آوردن این آقا رو پارسال و یک مصاحبه واقعا مفتضحی بود. یعنی آقای احمدی نژاد به هیچ سوالی جواب نمیدهد. در واقع یک نوع مغالطه این هست که شما وقتی از شما سوال میکنن شما جواب نمیدهید، شما در مقابل اون سوال یک سوال دیگری مطرح میکنید. مثلا این که شما در ایران زندانی سیاسی دارید، آقای احمدی نژاد هیچ سخنی در این باب نگفت. گفت شما 2.5 میلیون زندانی دارید، آقا اینا رو آزاد کنید، دولت باید رحم داشته باشد. حالا دستور عرض کنم که چیز هم میده اینجا، یعنی اظهار فضل هم میکنه و خط مشی برای دولت آمریکا معلوم کرد. آقا شما خانواده های اینها رحم داره، رحم بکنه، خانواده های اینها گناه دارن، این 2.5 میلیون که شما دارید همه اینا که آدم کش نیستن. حالا فهوای سخن این سفیه که برای مصرف داخلی هم طراحی شده است این است که بعد ما داریم مثلا زندانی سیاسی هست 5000 تن ما داریم، شما هم 2 میلیون دارید، همه جا دنیا از این مشکلات بگفت هست. بله، یعنی توجه بفرمایید که با حقه‌بازی و مغالطه عرض کنم که اینها جواب میدن. مثلا آقای لریکینگ پرسید شما بیمی ندارید که اسرائیل به شما حمله کند؟ میگوید که خب پس شما میدانید که میخواد به ما حمله کند. بله، اینها تجاوز هستن. در باب اینکه اسرائیل به رسمیت میشناسید نه، آقا اینها که یهودی ها اگه کشته باشن هم که اروپایی ها کشتن، فلسطینی ها نکشتن، از اینجور چیزها. و من تعجب میکنم واقعا
گرچه عرض کردم انگیزه مصاحبه با آقای احمدی نژاد کاملا معلوم هست، اما شما از این عرض کنم که مصاحبه و مطلب شگفت‌انگیز دیگری که پیش آمده است در مصاحبه های این آدم که من فکر میکنم درجه وقاحت این مرد بیشتر از این صحبت هاست که ما بتونیم توصیف بزن. میگویند که آقا خانم آشتیانی که محکوم به سنگسار بوده این ماجرا چیست و اینها، در حالی که این رئیس امور قضاییشون اون آخوند جنایتکاری که نشسته گفته است که ما فعلا حکم سنگساری ایشان را در واقع به تعویق انداختید. میگوید که ما سنگسار نداشتیم، ایشون اصلا یک دروغی اختراع کردن به ما بستن. و بعد در جواب اینکه آقای کاسترو که نه کاپیتالیست هست و نه دوست آمریکا هست به شما گفته است که در باب این انتیسمیتیزم و اینها اطلاع حاصل کنید، و نخیر کاسترو به من نامه نوشت و گفت من همچی چیزی نگفتم اینها. یعنی تمام در واقع نفی حکمت میکنن و اینها دروغ میگویند و اینها رو برای مصرف داخلی به کار میبرن. به گونه ای صحبت میکرد که کشور ما آزادتر از آمریکاست و در مقابل تعداد زندانی ما شما زندانی سیاسی بسیار دارید و باید آزاد کنید، که در واقع مغلطه بزرگ اینجا این هست که آزاد کردن سیاسی زندانی اینجا در واقع تفکیک قوا هست که چه قانون مملکت رو شکسته جنایت کرده یا حالا هر کاری کرده. از این در اختیار دولت نیست که هرگز همچی کاری رو بکنه یا دخالت بکنه در امور قضایی مملکت. اینها حتی فرهنگ دموکراسی رو هم نمیشناسن. اینا چون میدونن که اگر علی آقای خامنه‌ای بخواد همه زندانیا رو آزاد میکند و اگر بخواد همه مردم ایران هم به زندان میکند، خیال میکنن آقای مثلا اوباما هم داره یه همچین عرض کنم که سنت میل و وارث همچین سنتی است که بخو حالا همه زندانیا رو آزاد کنید فردا مثلا یه قدر هم بگیرین زندان کنین از اینجور داستان ها. این است که مصاحبه این آقا یک مش مقالطه بی‌مزه و خنک و تحمل ناپذیر بود واقعا. من همه مصاحبه رو ندیدم، اما بخشی که من دیدم هر سبب که شگفت‌انگیز بود به لحاظ مغالطه و وقاحتی که احمدی نژاد از خودش میداد و عرض کنم که نشان میداد. آقای مشیری عزیز، نشریه ها و خود مقام های جمهوری اسلامی در درون مرز مطالبی رو گاه افشا می کنند که حتی از انتقادهای تند و تیز رهبران اپوزیسیون در برون مرز هم به حال تکاندهنده تر است. مثلا فرض کنید وقتی نایب رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران میگوید 7 میلیون ایرانی دچار معلولیت هستند، یا روزنامه آرمان خبر داده که 28 میلیون فقیر نسبی در ایران وجود داره، به عبارتی بیش از 17% از مردم ایران دچار فقر نسبی هستند، یا به عبارتی به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد 23 هزار میلیارد تومان چک در سال گذشته برگشت خورده. دنیای اقتصاد درباره رشد شمار چک‌های برگشتی نوشته است که آمار چک‌های برگشتی به رقم بی سابقه ای رسیده است. اینها آمارهای خودشونه آقای مشیری عزیز. بله بله آقای مدیر گرامی، اینم خدمتتون بگم که اون چی در ایران اتفاق افتاده است و میفتد این یک حکومت نیست به نظر من. یعنی این که حکومت رو مردم انتخاب میکنن برای اینکه با ارائه سیاست های درست و اتخاذ تدابیر اقتصادی صحیح و تدابیر صحیح ملت رو به جلو ببرد. ما چنین وضعیت امروز نداریم در ایران، دیروزش هم نداشتیم. یعنی از ابتدای همین داستان خمینی و اینها این است که هر چه پیش آمدیم بدتر شده و هر چه خیزش های مردم بیشتر شده و نارضایی ها آشکارتر شده، اینا به خاطر ترسی که از مردم و از سقوط دارن این است که اینها آمدن و دست سپاه پاسداران و دیگر عناصر قدرت رو بر اقتصاد مملکت گشودن
و روز به روز کار خرابتر هست و انتظاری نیست که اینها اصلاحاتی در امور پزشکی بکنند یا اصلاحاتی در امور عرض میکنند که آسیب‌های اجتماعی بکنند. یک خانمی به من میگفتن که قریب 4 میلیون نفر MS مالتیپل اسکلروز در ایران هست و این صحبت ها گفته میشود، اما کسی در مقابل این مسئول نیست. به لحاظ اینکه تفاوت یک دولت دموکراتیک و یک دولت استبدادی در این هست که دولت دموکراتیک مسئول هست در مقابل مردم، اما یک دولت استبدادی هیچ کسی ندارد. یعنی در واقع در مقابل هیچ کس اینها هیچ گونه مسئولیتی ابراز نداشتن، نه در مقابل اقتصاد قضیه، نه در ورشکستگی اقتصاد ایران، نه در ارتباط با ورشکستگی صنایع داخل ایران. هیچ کس اینها مسئولیتی نیست. بنابراین بعض اوقات این آمار هست، بسیار هم تکان دهنده هست و هر شبت که این یک مدینه فاسقه زاله است که معلوم نیست واقعا به کجا می رود آقای مهدی، و اگر گشایشی نشود در واقع وضعیت از این هم خرابتر خواهد شد. به لحاظ این که هر شبت که مردم از یک سو سقوط حکومت و مرگ حکومت طلب می کنند، تمام کوشش این حکومت هم برای حکومت نیست، برای کنترل مردم هست. بنابراین تولید در کشور نیست. یعنی اگر این آمارها درست باشد، یعنی این آمار بهتر است عرض کنم، تولید منفی نشان میدهند امسال. این است که از این گرفتاری ها بایستی ما انتظار بیشتری هم داشته باشیم. و دیگر اینکه این تحریم هایی که اعمال کردند، این تحریم ها هم تاثیر خودش رو دارد میگذارد. این آقای رفسنجانی شنیدم رفته است در همون من از کنم که آشیان آخوندها، گفته است که تحریم ها رو جدی بگیرید. این است که آماری که دادید الان بسیار وحشتناک بود، اما خب وقتی هم که ما یک رژیم این شنید و معلوم نیست که چه تعداد بیماران روحی در ایران هست، در واقع این همه کشت و کشتار و گرفتاری ها و سیاهکاری ها و فشار ها و اختناق، انسان‌های سالم تحصیل کرده به ایران رفتن، برگشتن، میگویند که ما وضعیتمان خوب هست. یعنی ما هیچ کسر و کمی در زندگی مادی نداریم، اما یک نوع بیامنیتی، عدم امنیت و یک نوع ترس در هوا هست که روح انسان رو بیمار میکنه. این است که واقعا آقای مهدی گرامی، میخوام این رو عرض کنم که صدمه استبداد فقط این نیست که مقابل مردم در صدمات استبداد فقط این نیست که اموال مردم رو حیف و میل میکند. یک سیستم استبدادی وقتی سقوط میکند تا ممکن است تا یکی قرن طول میکشد تا صدمات فرهنگی و روحیش رو بشود از جامعه پاک کرد. این همین مطلبی همین جاست میتونم من مطلب رو قطع کنم و فکر میکنم که بسیار بسیار طول خواهد کشید اگر این رژیم منحوس جمهوری اسلامی همین امروز هم ساقط بشود. این ضربه روحی که به روان این جامعه وارد شده، این کشور رو در واقع حال انحطاط روحی و اقتصادی و فرهنگی فرو برده، جبران این کار بسیار ساده نیست آقای مدیر. آقای مشیری، یه نکته دیگه که اونم خیلی وحشتناکه، میدونی که امروز آقای خامنه ای سخنرانی کرده درباره این که 30 ساله که ما در یک پیچ خطرناک تاریخی به سر میبریم و از همه نقطه های این پیچ تاریخی توانستیم با سربلندی و موفقیت گذر کنیم و توسعه و گسترش و نیرومندی ایران و وضع اقتصادی درخشان، همه اینها کار شما جوانانی است که یک لحظه از فعالیت باز نمیمانید. حالا ملاحظه کنید که به نوشته روزنامه آرمان 63% ظرفیت های کاردانی و کارشناسی اعلام شده سال 89 دانشگاه ها خالی مانده. علی آهومنش در نامه خطاب به علی لاریجانی از خالی ماندن 63% ظرفیت های کارشناسی دانشگاه ها خبر داده و اون رو ضربه‌ای کمرشکن
و موجب اضمحلال و ورشکستگی کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیر دولتی غیر انتفاعی دانسته. اینا رو خودشون میگن ها. از خدمت شما عرض میکنم که ببینید فتح و پیروزی از نظر آخوندها این نیست که شما یک کشف مردمی رو راضی نگاه دارید، عدالت اجتماعی رو گسترش بدهید، قانونمندی رو گسترش بدهید، حقوق مردم رو محترم شد. نه، قدیم میگفتن آقا مثلا فرض فرمایید از کنم که مکه مسلمان نمیشود، یک مش چاقوکه شد اینا با قمه و شمشیر و گرز و سپر میریختن اونا رو عرض کنم که مغلوب میکردن و اللهشون هم میگفت انا فتحنا لک فتحا مبینا. ببینید ایشون میگوید که به حمدالله فاتح بیرون آمدیم، یعنی که میگوید که ما سرکوب کردیم و ماندیم. اگه این فتح هست برای اینها، در راسته همون فتح هست که انا فتحنا لک فتحا مبینا، چون فتح واقعی اون میبود که دستورات الله مدینه به قدر نافذ میبود که اهالی مکه میپذیرفتن، نه که اونها نپذیرن شما با شمشیر عرض کنم که حمله بکنید تو بیمار زن و بچه شما رو میبریم میفروشیم شما رو میکشیم مسلمان شوید و اسمشو بزنن فتح مبین. خب اینا پیروان همون هستن. فتح اون زمانی بود که خیزش های خیابانی نمی بود، فتح اون زمانی بود که کار برای مردم می بود، امید می بود، نشاط می بود، عدالت می بود، مراکز تحقیق کار خودش رو میکرد و مناسبات این مملکت با جامعه بین الملل مناسبات دیپلماتیک محترمانه بود. این که مردم بیاین و بگن رأی ما چه شد و اینها تهران رو فتح بکنن با 800 هزار چاقوکش و عجامر و اوباش و حتی خامنه اعلام عرض کنم که فتح بکند، خب همین ذهنیت آخون همین است آقای مهری گرامی. هر جنبه‌ای که ما نگاه میکنیم در این آمار میبینیم، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ آسیب‌های اجتماعی، به لحاظ از مراکز تحقیق، به لحاظ فرار مردها و بیشتر محققان ایرانی گریختن از ایران. سالی میگن حدود 200,000 نفر از مردهای جوان که در واقع سرمایه های واقعی مملکت هستن اینها راهی خارج هستن. من پیش از اینکه شما تلفن بفرمایید که ایشان من تلفن کرده بودن که با دختر حدود 8-9 ساله شون آزم هستن و پرسیدم چگونه است که همه آرزومندی هستن که از این محیط سیاه خفقان بگریزن. در واقع عرض کنم که شاید سعدی همین امر رو ترجمه که تجربه کرده بود که فرمود سعدیا حب وطن گرچه حدیثی صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم. و این آقا اعلام فتح میکنم گفت الحمدلله از تمام این فراز و فرود ها فاتحانه بیرون آمدی. اشارش به همین کشتارها و سرکوبهاست. آقای مهری در چه زمینه ای فتح نصیب این شده است؟ در زمینه هایی که اینها آمدن که اون کارها رو انجام بدهند. در واقع ما اگر به روزگار گذشته نگاه کنیم مردم آزاد بودند، مسافرت آزاد بود، مالکیت خصوصی محترم بود، پوشیدن لباس و از کنم سایر قضیه همه چیز بود، آزادی سیاسی اما نبود. و این انقلاب از کنم که برای این بود که مردم در حاکمیت به این سرزمین که مالکیتش از مردم هست اینا حضور داشته باشند و تلونی باشد در قضایای تحزب و اینها، ما در واقع چند حزبی باشیم و در واقع روند مشروطه و قانون اساسی عرض کنم که ادامه پیدا بکنم. حالا یک رژیمی آمده است که مردم ایران از همه چیز محروم کرده و اون چند که داشته از اون گرفته و سرکوب کردن این مردم رو میگوید فتح و ظفر. شما تصور بفرمایید آقای مهدی گرامی چگونه است روزگار؟ مشیر یه سوال دیگه میتونم بکنم نظر خواهش بکنم نامی از آقای رفسنجانی در خلال گفتارتون آوردید. امروز هاشمی رفسنجانی با تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی گفتگو کرده و گفته است که اگر بخواهم خواسته های شما رو به ماموران منتقل کنم مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید اصلا نتیجه عکس بدهد. بنابراین قول داده که خواسته های اونها رو نزد رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی رفسنجانی از او به عنوان آیت الله العظما خامنه ای یاد کرده نزد او مطرح کند. شما تصورش بفرمایید چه میزان مغالطه و حرامزادگی در این سخن هست.
یعنی میخواهد بگوید، یعنی این آقا میخواهد با این سخن اون مرد جنایتکار رو تطهیر بکند. یعنی اون چه به تعریض این آقا میگوید این است که حضرت رهبر معظم آیت الله العظمى آقای فلانی که خبر ندارد در این زندان ها چه میگذرد، همش تفسیر این ماموران هست. من اگر شکایت به این ماموران بگویم اینها خودسرانه عمل میکنن، شما به شما تجاوز میکنن، شما رو شلاق میزنن و شما رو توسری میزنن، تحقیم میکنن، رهبر معظم که خبر ندارد. من میدونم اینها رو به حضرت، در حالی که خود این حضرت رهبر عامل فساد و عامل جنایت و مرکز ثقل جنایت و مرکز ثقل توطئه علیه ملت شریف و بزرگواری ایران. این بیت همین آقای علی خامنه ای، ببینید این روباه به چه حیلی آقای مهری متوسل میشود که عرض کنم که به گونه ای حواس مردم رو متوجه ماموران کند و آمران این جنایات رو در واقع تطهیر بکند. ما باید بسیار هوشیار باشیم در این، از اینجور داستان ها فریب نخوریم. عرض کردم این مغالطات زبانی ما رو فریب داده است. در واقع این آقا چند مغلطه در کار این سخن بود که فرمودیم که مهمترینش همین در واقع تطهیر این همین آقا بود. آمد دستور قتل و کشتار داد در اون روز جمعه و اون سخنرانی مشهور که گفت کسانی که مسئولین هستن و اینها سزای خود را خواهند دید. و ما و این آقا بود که چند صد هزار چاقو کشاور به جان مردم انداخت. و این آقا بود که از در واقع از موضع قاسبانه این مردی که اسمش احمدی نژاد هست، ماهی ننگ عرض کنم که تاریخ ایران هست، از او پشتیبانی کرد. اینها همه کار اوست. در واقع خیلی جالب هست عرض کنم که و این آقای رفسنجانی به هیده و نیرنگ و مشهور هست، مرد باهوشی است، ولی اینا هوششون هوش روباهی است. اینا مردمان هوشمندی هرگز بین آخوندها ما سراغ نداره، چون اگه کسی هوشمند شد آخوند نمیشود. این است که اگرم که آخوند بود و به هوشمندی رسید، این لباس کلاشی رو از تن به در کرده، مثل همین مرد بزرگ واعظ شبستری و مثل تقی‌زاده و مثل کسروی. اینها این است که اینا هوش روباهی دارن. آقای بود این آقای همین رفسنجانی این مرد روباه صفتی است و فکر می‌کنم مردم ایران هم دستور رو خوندن. جالبه که گروهی از اصولگرایان به او حمله ور شدن که چرا چنین چیزی رو مطرح کردی، مگر این خانواده ها بازگشت کردن به دامان اسلام؟ تو باید فرزند خودت مهدی رو برای بررسی اتهاماتش تحویل مقامات قضایی کشور بدی و محمد جواد ابتهی هم که نماینده اصولگرای مجلسه در واکنش به دیدار رفسنجانی با خانواده زندانیان سیاسی گفته این هاشمی رفسنجانی روزهای پیری را می‌گذرانند و دچار فراموشی شده و صحبت‌های امام را از یاد برده که فرمودند حفظ نظام جزء اوجب واجبات است. بله بله، اینها گرفتاری اینجاست که آقای موریگرام، این همون مغالطه است که شما فرمودید. آره مغالطه است و گرفتاری بزرگ دیگری اینجا آن هست که عرض کنم که اینها جایی ندارن که به اون مراجعه بکنن و مشروعیت از او بگیرن. تنها کسی که هست امام هست، که این امام هم چهره بسیار بسیار جنایتکارانه و پلیدی در ذهنیت هر ایرانی دارد. این است که واقعا اینا به یک سر مشروعیت خود را از دست دادن، نه دیگر با اسلام و داستان عرض بکنم حضرت ابا عبدالله الحسین و عرض کنم با هیچ کدام از این داستانها دیگه کار پیش نمی رود. همه این کاردها رو اینا روی میز باشبازی کردن و باختن. این است که ارجاع مردم به امام و حرفای امام هم پشید ارزش ندارد. من گمان میکنم اگر خمینی، همین آقای خمینی بر فرض محال که محال نیست، با یک هواپیما فرض کنید بخواهد امروز وارد ایران بشود، فکر میکنم یه 2 میلیونی دشمنان و مخالفان برای طعن و لعن او خواهند آمد، که از کنم که تعداد زیادی برای پذیرایی او و استقبال او نخواهند آمد. این است که اینا ارجاعاتشون به یک منبع و مخز مخزولی است. آقای مفید، آقای مشیری عزیز، ممنونم از اینکه
لطف کردید، دیدگاه خودتون رو مطرح کردید در این برنامه به مناسبت رویدادهای روز. ممنونم ازتون. درود بر شما. تا هفته آینده. خدا بزنید. موفق باشید. شب روزتون خوش.